امروز اومدیم سراغ یکی از پرفروشترین کوپه های تاریخ خودروسازی، فورد موستانگ. سلام، من مهدی امام‌خانی هستم. امروز اومدیم سراغ یه فورد موستانگ خیلی خاص. اول خیلی به ظاهر قدیمیش توجه نکنیم، یه توضیحات ویژه‌ای در جلوتر براتون دارم که خیلی میتونه غافلگیر کننده و خفن باشه. این که آره، حالا ظاهرش ذره قدیمیه، قبول دارم. بعد فکر کنم این ماشین به جرأت تمیزترین فورد موستانگ موجود تو ایرانه. این ماشین برای سال 2009 و فقط 30,000 تا دونه واقعی کار کرده. یعنی بخوای حساب کنی الان 2021 تو 11 سال، سالی نمیدونم چند تا، خیلی حساب کن خیلی کم میشه. بخوام راجع به تاریخچه موستانگ براتون بگم، این ویدیو خیلی طولانی میشه و شاید حوصله سربر بشه. اما نکته ای که هست، برای اولین بار سال 1964 فورد موستانگ معرفی شد، نسل اولش، و تا الان 5 نسل، آره دیگه نه ببخشید 6 نسل رو خط تولید بوده. این ماشینی که ما اینجا داریم نسل پنجمه که سال 2005 معرفی شد و سال 2009 به مناسبت 45 سالگی فورد موستانگ این نسخه معرفی شد که اینم اینجا میبینین، این بجیه که روی 45 ساله های موستانگ هستش. این ماشین هم توی نسخه کوپه تولید شد، هم توی نسخه کروک تولید شد که ما همشو توی مناطق آزاد داریم. حالا بعد توی نسخه های موتوری مختلفی هم تولید شد. اینی که ما اینجا داریم، بزرگترین تفاوتی که با بقیه نسخه ها داره نسخه گیربکسشه. شاید فکر کنی آقا مثلا دیگه ماشین آمریکایی، آلمانی، نمیدونم حالا اروپایی، دیگه چیزی به عنوان دنده دستی ندارن. اما اون ماشینا وقتی میخوان هیجان بیشتری برای شما رو خودروهاشون به ارمغان بیارن، میان دنده، یعنی گیربکس دستی به ماشین اضافه میکنن تا دیگه شما بتونی نهایت لذت رو از یه ماشین ببری. قبل از اینکه بقیه ویدیو رو ببینی، اینجا داره تشکر کنم از نمایشگاه اتومبیل تهران در جزیره کیش که یکی از خاص‌ترین نمایشگاه‌های جزیره است، که این ماشین در اختیار ما قرار داد بتونیم براتون ویدیو بگیریم. پیجشون هم اینجا هست، هم تو کپشن هست، برین یه سر به پیجشون بزنین. مرسی. بله آقا، اینم سویچ این فورد موستانگ، حالا با دزگیر و جای کلیدی موستانگ همینه کلا. قشنگ ببینیم توش رو نشونتون بدم. بیا. خب آقا، همونجوری که میبینی از نظر آپشنی هم هیچی نداره. بعد اصلا واقعا نظر من مهم نیست چیزایی که داره یا نداره، چون استارت بزنم شما مثل من میشین، اصلا دیگه آپشن براتون توی این ماشین مهم نیست. همونجوری که میبینی تهویه مطبوعت شبیه سمنده، سنتی خیلی، یه ضبط خیلی ساده و دکمه های ستاپ مانیتور و یه فرمون خیلی بزرگ. و اما ببین کلن این ماشاءالله خیلی تمیز نگهداری شده، ولی توی آمریکایی‌ها معمولاً کیفیت بیرونشون رو نداره. یعنی طراحی‌های ظاهر خیلی خشن، ولی کن تو چندان تعریفی نداره. حالا این مهم نیست. خب آقا این فرمون رو ببین چقدر خفن گنده است. این که برای حالا سیستم روشناییشه، کلن دو تا دونه کلید برای دو تا دونه شیشه. بیا پشت آمپر رو ببین. بیا اینجا، بیا جلو، بیا جلو. البته هر این ذره نور توشه. این نگاه کن، این چند تا سرعت اینجا داره. این بزرگا به کیلومتر، کوچیکا سرعتش به مایله. اینا هاش. بعد هیچ خبر کامپیوتر سفری نیست این تو. باتری و فشار روغن و دمای آب و بنزین و دور موتور رو ببینی، اصلا هیچ چیز کامپیوتری توی این ماشین نیست. و البته این گیربکس دستی، 5 سرعت دستی اینجا داری که حالا الان اونم تستش رو نشونتون میدم. نکته ای که از آینه هاش برقی تنظیم میشه، صندلی راننده به صورت برقیه. شاید تنها آپشنی که بشه روی ماشین بگی این سیستم صوتی شیکرشه که به صورت سفارشی روی فورد موستانگ اون موقع نصب میشد. بعد یه آپشن دیگه هم که این موستانگ داره، کروز کنترل داره و این پشت آمپر رنگش 7 رنگی، تک رنگ آبیه معمولا. آره اصولا اینا چیز سبزه،
سبزه ولی هفت رنگه. آقا اول اینکه صندلی شاگرد به صورت دستیه، اونور برقی بود، بعد اینجوری، اینم از زیر. حالا بریم نگاه کنیم که فضای عقبش، البته همیشه آمریکایی‌ها ردیف عقبای خوبی داره کوپه هاشون. اینم اینجوری و از اینجا میای و، ولی دروغ گفتم، سرمو ببین. این مشکل البته تو نسل جدیدش برطرف شده، سر دیگه بهش نمیگیره. ولی از نظر فضای پا چقدر دوست داری؟ داری هر چقدر بخوای فضای پا داری. البته اینجوری بیای پایین اوکیه، میشه نشسته، ذره لشتر ردیفه، ولی بخوای توش دکتر مهندسی بشینی نمیشه. ولی صندلیش خیلی نرم و راحته، خیلی پرام. من کلن همه نسل موستانگو دوست دارم، همشه، شاید البته بجز نسل دومش. کلا من عاشق موستانگم. پیادشم دارم میپزم. ایوای خب بیا صندوقش هم نشونتون بدم که یه موستانگ چقدر فضای صندوق داره. یه موستانگ کوپه. خب صندوقش چه ذره کوپه است دیگه، نمیشه گفت کوچیکی، برای کوپه خیلی هم بزرگه. قشنگ سه تا چمدون سایز بزرگ توش جا میشه. حیف که نمیشه با این ماشین سفر رفت. این تو جزیره همین صندوق هم زیادته. واقعا افسوس. و اینم کلید فرار صندوق دیگه. و اما آقا بریم صدای موستانگ جی تی رو بشنویم. علی بزن. اصلا شما اول هواکش رو ببین چقدر خفنه. بریم حالا این زیرش رو نشونتون بدم تا اگه بتونم اینو من بازش کنم. آها خیلی پیچیده. اوه چه کاپوت سنگینی داره. خب آقا اول از همه حجم موتور رو شما ببین چقدر بزرگه. یه موتور 4.6 لیتر 8 سیلند که میتونه 305 اسب بخار قدرت تولید کنه و توی 6 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر برسه. نگاه نکن الان 6 ثانیه شاید مسخره باشه، واسه زمان خود 6 ثانیه موستانگ جی تی عدد خیلی قابل قبولی بوده. و اینکه تقریبا 1500 کیلوگرم وزن داره و 112 لیتر مصرف سوخت این ماشینه. به اصطلاح ماها میگیم باکش سوراخه، یعنی هر چی از این ور بریزی از اون ور میریزه بیرون. ولی فکر کنم لذت رانندگی یه ماشین آمریکایی دنده دستی خیلی متفاوت باشه که میخوام الان اونو نشونتون بدم. و آقا تا حالا تو آمریکایی دنده نزد. اوه چه کلاژی حاجی، صفرترین کلاژی که تو زندگیم گرفتم. بود میدون روزم بریم ببین. خب علی آقا شما که موستانگ شناسی ذره به ما بگو از این ماشین. خودت هم فکر کنم نسل 5 داشتی. آره نسل بعد این. آها فیس لیفته بود. نه دیگه دیگه نسل بعد از این. آها آره اتاق بعد از این. خب موستانگ به نظر من که محبوب ترین کوپه های آمریکاییه، یعنی میتونم با قدرت اینو بگم چون خودم خیلی از کامارو بدم میاد. نه من بدم ولی موستانگ خیلی بیشتر. موستانگ اصلا یه چیز دیگه است. بعد به خدمت عرض کنم یه سواری نرم وحشی پرقدرت بد میده. بعد میشه پر کرد یا نه؟ آره یه خب ریز پر کن. بریم آقا ببینیم پرش کنیم. واه آجی چه کمربند تو چه چیزی در میده. آقا با این ماشین خیلی باید مراقب بود. آره این ماشین اصلا نمیشه با هاش شوخی کرد. این ماشین جز ماشیناییه که اگر بلد نباشی جمعش کنی
پیچ اول دنده یک بدی به دو رفتی تو دیوار. الان دنده یک به دو یه جوری سرخورتش خیلی ترسناکه رانندگی با مستانگ دنده دستی. واو. و این ماشین هم که واقعا تمیز و 30 تا دونه کار کرده اصلا با یه سواری اصلا نباید تو سر پیچ به این ماشین گاز بده ابدا، وگرنه باید خداحافظی کنی با ماشینه. چه ترمز وحشتناک قوی، قشنگ برای این قدرت موتور. در آخرم مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این مستانگ خوشتون اومده داری از تو اینستاگرام ویدیو رو میبینید، لایک و سیو و شیر یادتون نره، ترجمه بری از تو یوتیوب ببینید. مال شما یه وی پی روشن کردنه ولی برای من خیلی فرق داره. قربان شما، خداحافظ. خداحافظ.